سلام سلام به همه شما دوستای خوب، به یک برنامه دیگه از نمکدون خوش اومدید. امروز قرار هستش که یک غذای خیلی خیلی خوشمزه که خودم خیلی دوستش دارم و همیشه هم درستش میکنم رو بهتون آموزش بدم. گراتن سیب زمینی درست میکنم. داشتم به اسم فرانسویش میگم که میشه دوفین وایس پوتیتو، که اونم بهتون میگم مثلا چرا بهش میگن دوفین وایس پوتیتو، که با سیب زمینی هستش و پیاز که توی خامه و شیر پخته میشه، خیلی خیلی خوشمزه میشه و بعد میره توی فر، حالت گراتنی میاد بیرون، خیلی لذیذ. اگر برای مهمونی هم میخواید این غذا رو درست بکنید که میشه این کارو کردش و یکی از اون غذاهای خیلی خیلی خوب برای مهمونی دادن هم هستش، از صبح میتونید درست بکنید، بذارید که نیم ساعت قبل از اینکه بخواید سرویس بکنید میتونید بذارید توی فر تا درست بشه. خب سیب زمینی رو برش میدید به صورت خیلی خیلی نازک و میتونید این کارو با چاقو انجام بدید. من خودم اینا رو با چاقو بریدم. اگر داشتید و دوست داشتید میتونید از مندلین هم استفاده بکنید که باش میتونید سیب زمینی رو بذارید، ولی مراقب دستتون باشه که وقت پوست دستتون نره. شما نیاز به شیر دارید که من حدود 300 400 میل شیر اضافه میکنم و خامه سیب زمینی رو میریزیم داخل این. سیب زمینی رو لطفاً نشورید، چون شما به اون نشاستش احتیاج دارید که یک غلظت خوبی رو به این گراتینمون بده. و یک حبه سیر رو من رنده میکنم، یه دونه رزماری بهش اضافه میکنم که دوباره گفتم بهتون، ولی این رزماری رو باید قبل از اینکه بذاریم تو فر درش بیاریم. این رو اضافه میکنم، وقتی که داره با شیر میپزه این خوش طعمش میکنه. و پیاز هم که جزو رسیپی اصلی این غذا هستش، پیاز سفید رو خرد میکنید همینجور که میبینید و این رو داخل چیز میدید تا سیب با سیب زمینی پخته بشه. که من بهش نمک و فلفل اضافه میکنم، اول فلفل، و اصلا هم نگران نباشید هر چقدر که دلتون خواست بهش فلفل بزنید، چون به نظر من خوشتم ترش میکنه. برای من یه دنه دیگه هم بهش میزنم. نمک بهش اضافه میکنیم. اگر از پنیر استفاده میکنید که شور هستش، حتما مراقب نمکتون باشید، یعنی اندازش رو بر اساس شوری اون نمکتون تنظیمش بکنید. خب این از این. و یه چیز دیگه ای که من اضافه میکنم بهش برگ بو هستش که بهش میندازم توش. یکم هم جوز هندی ما نیاز داریم، نصف یک قاشق چای خوری، یعنی تو اون حدود استفاده بکنید، زیادتر نشه. مخلوطش هم میکنم با هم دیگه و میذاریم سیب زمینی برای حدود 8 تا 10 دقیقه توی این پخته بشه، یه کوچولو نرم میشه و بعد اون وقت بگذاریمش داخل یه دونه از این ظرفای فر که بره داخل فر رو پخته بشه. یکم کره رو برمیدارم و با یه دونه از این لیسک ها دور تا دورش رو چرب بکنید. سیب زمینی ها درست شده، من فقط میخوام این برگ بو و رزماری و اینجور چیزها رو از سوش در میاریم. فرم روشن کردم که از قبل داغ بشه، که میخوام سیب زمینی رو بذارم داغ. من حتما داغ باشه فرتون. الان من پنیری که دارم استفاده میکنم پنیر گرویه هسته، میتونید از چدار هم استفاده بکنید، حتما نیاز نداره گرویه باشه. این رو با همین یه دونه از این لیسک ها همه چی رو با هم دیگه مخلوطش میکنید، ولی حتما از روی حرارت برش دارید و بعد این کار رو انجام بدید. این گراتین پوتیتو یا همون دوفین وایس پوتیتو که من دارم درست میکنم مخصوصه یکی از شهرها و روستاهای فرانسه، جنوب فرانسه، به اسم دوفین هستش که بهش میگن دوفین وایس پوتیتو، برای همین دارن این اسم رو میگذارن روش. یکم از این خامش میریزم روش و از این پنیرش هم من روش میریزم و این خیلی پنیری ترش میکنه، اصلا یک خیلی خوشمزه ترش میکنه. این آماده است که بره داخل فر برای حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه با درجه حرارت 180 تا خوب پخته بشه و آماده خوردن. سیب زمینی آماده شده. این از گراتین سیب زمینیمون که همون دوفین وایس پوتیتو هستش. برام نظراتتون رو حتما حتما توی پیج اینستاگراممون بنویسید اگه درستش کردید، عکسش رو بفرستید که ما استوری بکنیم.